اولین سالیاد حمله مرگبار بر آموزشگاه کاج در غرب کابل. کاجهای زخم خورده قد خم نکردند و بازماندگان این فاجعه بزرگ مصمم به ادامه راه کاروان علم و دانشند. سلام بر شما، وقت بخیر. امروز 30 سپتامبر 2023 میلادی و برابر با 8 میزان 1402 هجری شمسی است. امروز 8 میزان مصادف است با اولین سالیاد حمله مرگبار بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل. حمله خونین که حداقل 60 تن شهید و 120 زخمی بر جا گذاشت. مثل همیشه گروهی که وجود آن را طالبان انکار میکنند، مسئولیت این حمله خونین را بر عهده گرفت. داعش. یک سال از آن روز میگذرد ولی هنوز هیچ نهادی پیگیر این قضیه به صورت جدی نشد و تحقیقات سازمان ملل متحد فقط چند روزی بود و بس. حوالی ساعت 7:30 صبح روز 8 میزان سال گذشته، مهاجمان انتحاری بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچه کابل حمله کردند. در این حمله حدود 60 دانش آموز شهید و بیش از 120 نفر دیگر زخمی شدند. این را آمارهای رسمی و نهادهای بین المللی میگویند. اکثر قربانیان و زخمی ها دختران دانش آموز بودند که برای سپاره کردن آزمون کانکور آزمایشی اول صبح به این مرکز آمده بودند. هرچند که دنیا و طالبان این جنایت را فراموش کرده و حرفی از آن نمیزنند، ولی مردم افغانستان و دخترانی که هر کدام کاج تنومن و مصمم به آموزش هستند، از قربانیان یاد بود به عمل آورده و بر تحقق آرمانهای آنگولهای پرپر شده تاکید میکنند. بازماندگان کاج میگویند که قد خم نکرده و کاروان علم و دانش و روشنایی را و پیش هدایت خواهند کرد. شهروندان کشور در شبکه‌های اجتماعی از این روز یاد بود کرده، ولی قرار است که مراسم‌های یاد بود نیز از این شهدای والا مقام در کشورهای مختلف از جمله آلمان، ایتالیا، استرالیا و برخی کشورهای دیگر از سوی شهروندان افغانستان برگزار شود. در آن حادثه مرگبار تنها دل خانواده‌ها نه، بلکه میلیون‌ها نفر شکست. اما بازماندگان قربانیان روایت‌های دردناکی دارند و خاطرات غمباری که هرگز نمی‌توانند فراموش کنند. با آرزوی آینده خوب دختران و پسرانشان را به مکتب و کورس فرستادند، ولی پیکرهای خون‌آلود عزیزانشان را تحویل گرفتند. برخی حتی تیکه تیکه شده بودند. آرمان‌های بلند نخل‌های کاج زیر خاک رفتند و رویاهای خیلی‌ها را نیز برباد دادند و قلب میلیون‌ها نفر دیگر نیز در سراسر دنیا شکست و غمگین شد. در کاج کاج شهید شد. یک مرمی در سرکت بود. یک مرمی در جوری راست بود. دیگه ما که رابطی در مدود مادر شد خلاف شد. او زنده خانه. بازای بیر مادر شد قلب شد. شب خانه بود. شب خانه بود. نیم سال بود پیش خلاف شد. پس روز در خانه. محمد فهیمی که برادرش را در این رویداد از دست داده است میگوید که نمیتواند آن روز را فراموش کند که چگونه اسدالله خرم را به خاک سپرد. برادر خردسالش که در آن رویداد زخمی شده بود، یکی از شفاخانه ها تحویل نگرفت، در نهایت به شفاخانه محمد علی جناح منتقل شد. در آنجا اما بدون آنکه به خانوادهش اجازه داده شود او را به داخل بردند. لحظات بعد اما محمد فهیمی خبر شد که دیگر اسدالله خرم را از دست داده است. او میگوید نمیتوانست چگونه به خواهر و مادرش که ماها بود اسدالله را ندیده بود بگوید که دیگر آن گل تازه در این دنیا نیست و با آرمانها و آرزوهایش به آن دیار شتافته است. بازماندگان کاج اما قد خم نکردند و مصمم به ادامه راه روشنایی علم و دانشند.
خواهشتم خسته شدم. نه ما باید دکتر شم. خیلی نمراتم بالا بود، خیلی کوششم میکرد، واقعا عالی هم بود. خیامش که باید می خلاص بر از من میرسن خودن چرا ما راه شد آمده بیدیم. باید همون دکتر که بیدش که با من خود دکتر شم باید مو آنا اینا رو بجای شد باید ما بخوام دکتر شم چون راه شد با راه ما هست دیگه بعد از شکر باید دیگه بر ما خیام شد بر ما اینو بود باید دست بخوانیم باید دکتر شم. به مناسبت اولین سالیاد این رویداد غمبار، شهروندان کشور بار دیگر خواهان به رسمیت شناختن نسل کشی هزارها در افغانستان شده و برای جلوگیری از آن جهان را مسئول می دانند. شهروندان کشور می گویند که هزارها به صورت سیستماتیک در طول تاریخ نسل کشی شده و اکنون نیز در معرض نسل کشی جدی قرار دارد. آنان از رویدادهای مختلف حمله بر مراکز آموزشی، شفاخانه ها، مساجد و تکیه خانه ها و حتی موترهای میلیبس و شهری و این اواخر نسل کشی هزارها در اورزگان اشاره کرده و میگوید که این موردهای روشنی است و باید نهادهای بین المللی در زمینه تحقیق و جنایتی که در حق هزارها می شود را جلوش را گرفته و نسل کشی هزارها را به رسمیت بشناسد. نصیر موحدی، سنترال افغانستان.